ترکیه 13مین رئیس جمهور خود را روز یکشنبه 14 می انتخاب می کند. بیش از 64 میلیون واجد شرایط در آن روز به پای صندوق های رأی خواهند رفت. در این دوره رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه به عنوان نامزد ائتلاف جمهور، کمال قلیچدارولو رهبر حزب جمهوری خلق و نامزد ائتلاف ملت، سینان اوان نامزد ائتلاف آتا رقابت می کند. محرم اینجه رهبر حزب مملکت و نامزد این حزب روز پنجشنبه 11 می از نامزدی کنارگیری کرد. هر کدام از نامزدها برای انتخاب شدن به 50% از کل آرا به اضافه یک رأی نیاز دارند. در غیر این صورت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزد برتر دور اول در 28 می برگزار خواهد شد. از سوی دیگر نمایندگان 28مین دوره مجلس نیز از بین 24 حزب و 151 نامزد مستقل همزمان انتخاب خواهند شد. البته روند رأی‌گیری در خارج از کشور و پایانه‌های مرزی 27 آوریل شروع شده و تاکنون حدود 2 میلیون نفر در آن مشارکت کردند. این روند روز یکشنبه تا پایان ساعت رأی‌گیری در پایانه‌های مرزی و گمرکات ترکیه ادامه خواهد داشت. روند رأی‌گیری 8 صبح آغاز شده و ساعت 17 به پایان خواهد رسید. جا دارد در این زمینه به چند نکته مهم اشاره کنیم. روز انتخابات از ساعت 6 صبح تا نیمه شب حمل اسلحه، فروش نوشیدنی های الکلی ممنوع و تمام اماکن عمومی مانند کافی شاپ ها تا ساعت 18 تعطیل خواهند بود. تنها رستوران و کافه هایی که می توانند غذا سرو کنند فعالیت خود را ادامه خواهند داد. طبق اعلام شورای عالی انتخابات نتایج اولیه شمارش آرا پس از ساعت 21 اعلام خواهد شد. خبرگزاری آناتولی به عنوان یکی از منابع اصلی خبررسانی در ترکیه نتایج را به طور لحظه‌ای اعلام خواهد کرد. پس با ما همراه باشید.